سلام دوستان وقتتون بخیر باشه در روسیه گذشته یه عکس در منتشر میشه من میخوام درباره اون عکس صحبت کنم ولی قبلش یه درخواست ازتون دارم و اون درخواست اینه رفقایی که از اینستاگرام مطالب ما دنبال میکنن این تصویر که مشاهده میکنید پیج شبنامه است اگر براتون امکانش هست توی اینستاگرام سرچش بکنید و یعنی برید اون شبنامه از بین نتایجی که میاد این رو انتخاب بکنید بیاید داخل این پیج میتونید فالو بکنید تبلیغش هم بکنید و یه سری رفیق دیگه ما داریم که توی اینستا مطالب رو بازنش میکنن شبنامه رو منتشر میکنن ویدیوها رو پخش میکنن و بازیشون از خود ما خیلی بیشتره بازیشون از خود ما بیشتره و ما هم انصافاً لذت میبریم از اینکه این کار بزرگشون رو میبینیم اونا هم اگر میتونن اینو استوری کنن اینو استوری کنن که دوستان دیگری هم به جمع در اینستاگرام اضافه بشه من گزارش شروع میکنم گزارش برمیگره به یک عکس این عکس از حاشیه دیداره جانشین فرمانده نیروهای مسلح ایران از یک پایگاه هوایی به صلاح خود مرتجع قرار میگیره منتشر میشه و مربوط هست به افرادی که وایس دادن در مقابل اونها یک جنگنده است و این جنگنده یک موشکی داره که اون موشک مرتجع قرار گرفته حالا ایران خیلی در توضیح نداده نیروی مسلح هم ترجیح دادن که اصلا بهش اشاره نکنن ولی مشخصه که این یه چیز جدیدی که ایران داره نمیخواد در حرف بزنه میشه حدسد چیه؟ حدودی هم میشه حدسد که ولی جوزیاتشو نمیگه من خلاصه میکنم ایران در تو سال قبل به این اشاره میکنه که من موشک دوریسته ساختم بمب نقطه زن ساختم میاد روی جنگنده سوار میشه هوشمند میره نقطه زنی میکنه و بردشون هم بلنده یعنی مثلا برای اینکه عملیات بکنه لازم نیست اصلا جنگنده از کشور خارج بشه در داخل سرزمین من عملیات میکنه آن سوی مرزو میزنه تا اینجاش خب ابهامی نبود خیلی‌ها پذیرفتن که خب ایران به همچین چیزی رسیده بعد ایران اومد اعلام کرد که اینا که ساختم فقط این که مثلا برد بلند باشه نیست یه دونه مثلا ساختن برش 700 کیلومتره بعد اومد استانزر که گفت یه دونه دیگه ساختم مثلا اسمش سومار این چیزا رو 2000 کیلومتر بردشه رفتیم جلوتر ایران گفتش که من یه چیزی ساختم این 1300 کیلومتر بردشه من من توضیح بدم برای دوستانی که دقیق‌تر متوجه منظورم بشید یعنی میگه که من هاپمون بلند میشه اصلا وارد آسمان دیگر کشورها نمیشه که سامانه پدافندی بخواد نسبت به این واکنش نشون بده نه داخل سرزمین خودمه از اینجا 1300 کیلومتر آن رو میتونه بزنه بعد یه خورده اومدیم جلوتر گفتش که رفتم تمرکز کردم روی اون نوع موشکی که از اینجا 1000 کیلومتر آنسوتر رو بزنه و زده کشتی باشه دیگه ناو اگر اومد من بدونم که این بدنه و پیکر این ناو رو میتونه مورد هدف قرار بده تو همین فضاها حرفهای زده و پیرامون اینکه ایران به نوعی از موشک های کروز رسیده و اینها رو مجهز کرده به موتورهایی که تا سه هزار کیلومتر آن سوتر رو هم میتونه مورد هدف قرار بده سهیونیستا در گذاشه که به این در خصوص این مسائل و در خصوص این دستاوردهای های ایران مورد اشاره قرار به این اشاره کردن که ما فکر میکنیم که آن چیزی که ایران ساخته برای اینکه ایران یک دسته بلندی تا نزدیکی اروپا داشته باشه هم البته اونا از نزدیکی اروپا استفاده نکردن از اون اروپا استفاده کردن برای دستیابی ایران به همچین چیزی هم کافیه حالا اون چه رو حرف حرفو میزنه سعی اون سه میدونه که ما اصلا با اروپا که کاری ندارم که مثلا چه دلیلی داره من بخوام تنش ششم با ایتالیا یا اسپانیا مثلا کشوری از این دست نه این حرف رو میزنه که به اونها بگه که نگران باش نگران باش تو سازمان ملل برنامه برنامه‌ریزی کن براش یا لسه بزار سعی کن کنترلش بکنی جلوی ایرانو بگیری و به نوعی اونها رو به زون ایران بندازه تا خودش این وسط نفس بکشه اصلا دعوا دعوای به اصطلاح خودمون رسیدن یک ببخشید سلاح ایرانی به اروپا نیست اون نگران خودشه مونتا خودش نمیخواد با ایران دیالوگ بکنه من اروپا رو میندازم به جونت غرب رو میندازم به جون اونا بیان از تو مطالبه کنن خلاصه الان عکسای ارسام منتشر شده این عکس دقیقا به همین اشاره میکنه من میخوام بخشی از خبر رسانه داخلی در خصوص این ماجرا رو بشون بخونم در جریان بازدید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امیر سطیب خلبان عزیز نصیرزاده از پایگاه هفتم شکاری شهید دوران در شیراز تاثیری از نسل موشک کروز برد بلند روی بمب افکن تاکتیکی سخون منتشر شد قبلا هم توسط ایشان از آماده رونمایی بودن این دستاورد اخباری داده شده بود یعنی گفته او که اینا گفتن ما دستاورد داریم یعنی لازم باشه ازش رونمایی کنیم ولی بهش اشاره نکرد این همونه این همونی که حالا جزئیات نگفتن و بعد اومده توضیح سر خصوص جنگنده داده به این اشاره کرده که وقتی شما همچین سلاحی رو می‌بینی یعنی ایران داره از یه چیزی رونمایی می‌کنه و به طور رسمی اعلام میکنه که من آمادم با یک شگفتانه جدید عملیات تهاجمی انجام بدم عملیات تهاجمی با دست بلند خودم علیه اهدافی انجام بدم که تو نتونی بهش واکنش نشون بدی دقت این چی شد و <تصفح> ببخشید من نکته جالب در خصوص این نوع از موشک ها میخوندم اجازه بدید ببینم اینجا نوشتم براتون یا نه بله این چیزی که داریم میبینیم اشاره هم کردم در صحبت بهش اشاره کردم به این اشاره کردن که بردی بیش از دو هزار کیلومتر داره و موتورش تقریبا دو ساعت میتونه این رو روی هوا نگه داره یعنی این موشک بلند میشه دو ساعت پرواز میکنه به سمت یک هدف میره و اون هدف برخورد میکنه خیلی ها گفتن که این پیامی هست که ایران از این طریق میخواد به صهیونیستان نکاتی رو یادآوری بکنه که من دستم روی ماشه نیست برخلاف چیزی که فکر می‌کنید دستم روی ماشین نیست نه فراتر از اون من اصلا دارم آماده میشم برای اینکه یه چند نفر رو گوشمالی بدم در منطقه یه چند نفر رو گوشمالی بدم یکی شمایی یکی شما هستین که باید خودتون رو برای اتفاقات مهم آماده بکنید تصاویر و عکس این به صلاح موشک رو روی صحبت من دیدین داره اینجا بهش اشاره میشه در این عکس و فکر میکنم نکته دیگه نداره اگر بخوام نکته دیگه بگم باید برم تاریخچه این نوع از موشک‌ها رو بررسی بکنم اینکه از کجا داخل نیروی مسلح ایران اومده و ویژه ترین بخشش برای من همین بود که این یه دونه عکس چقدر در شبکه‌هاشون و رسانه مرتجع قرار گرفته و چه بیان‌هایی رو تلاش کرده به طرف مقابل مخابره کنه من این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم فکر می‌کنم که ایران شگفتانه های ویژه تر و جذابتری داره شگفتانه های ویژه تر و جذابتری البته قبلا همین رو گفته بودم بعضی از مخاطبه شاید برایشون سوال بشه که اینا که این داره میگه بلوفه یا نه بلوف نیست یه نمونهشو دیدین یه نمونه از چیزایی است که ترجیح داده رونمایی تازه توضیح هم نداده میگه من دیگه ترجیح میدم نگم چیه استفاده میکنم بعدا براتون رونمایی میکنم و البته وزنشو میبینید جایی که استفاده کردن وزنشو خواهید دید ایران شگفتانه های دیگری هم خواهد داشت شگفتانه های دیگری هم خواهد داشت که بخشی از آنها بخشی از آنها نه در آینده پیش رو بلکه در زمانی که وارد یک تقابل احتمالی با هر نیرویی بشه خودش رو برای دنیا معرفی خواهد کرد من این ویدیو رو همینجا متوقف کنم اگر موافق باشید چند تا پیام میخوام بخونم پیام اولی که میخوام برای شما بخونم پیام آقای فرشید اکبری هست آقای اکبری سلام عرض کنم خیلی مخلصم با افتخار پیام شما رو میخونم گفتین که گلگی کنم این هزار بار چرا پیام ما رو نمیخونی آقا پیامتون رو خوندم مخلصم ان که سر بلند باشید حجم پیام بالاست اگر یه جای فرصت نکردم بخونم دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید ولی اینو بدونید که پیام شما به شدت به من و دیده شدن مطلبم داره کمک میکنه و به اصطلاح خودم بخشی از محتوای منه یعنی شما من دارم محتوای رو میدهم پر پیام شما در قالب یک نظر رسانه بخشی از یک نظر رسانی به کمک من اومده داره کمک میکنه که من تو این جنگ رسانهی که از ذهن خودم تعریف کرده هم وزنی داشته باشم لذا پیامتون خیلی مهمه سعی کنید که لطفا این پیام همیشه باشه یک پیام دیگر رو براتون میخونم گفته که سلام اهل آیه آقای ابراهیمی این پیام نوشته گفته که سلام تلگر عزیز یک چیزی رو راست میخوام از خودم بگم من یه وطن پرستی بودم که قبلا همیشه با حرف ها فکر میکردم و حرف میزدم ولی از روزی که با تلای تحلیل ها و حرفای شما در اینستاگرام آشنا شدم افکار و نظرات و حرفان تغییر کرد تلای حالا تعریف از ما رو دادن خیلی ممنونم انتاش گفته که کانال دیگرم میبینم برای مثال کانال امیدانم و حرفای از این دست افراد مختلف رو اگر اسمشون رو داخل ویدیوهای من بیارین من سعی میکنم از این بعد یکی از برنامه های خوبشون رو بگم برنامه که رفتم خودم دیدم لذت بردم به شما و بقیه هم پیشنهاد بکنم اخیرا یه حجمه خیلی سنگینی از سوی این جماعت سلطنت طلب به امیدانه شده بود سعی میکردن که حالا به بهانه مختلف هاشیه در زندگی شخصیش تعریف کنن خب یکی از چیزهایی که ارباش سعی میکردم به مخاطبشون میگن اینه که آقا مثلا تولیدات سطحیه دیگه دنبال نکنید فلان نکنید حرفای از این دست یه مصاحبه انجام داد با یه رپر به نام سهراب ام جی و تو این مصاحبه به نظر من ثابت شد که اصلا وزن خودش رو داره جایگاه خودش رو داره همه این حرفایی که در بارش میزنن چرت و پرته من پیشنهاد میکنم این مصاحبه رو حتما ببینید یک حدودا یک ساعت و خورده این مصاحبه است واقعا ارزشمنده حتما ببینید سه تا برنامه این شخص ساخته که من خیلی لذت بردم یکیش همین مصاحبه است همین مصاحبه است که بسیار جالب بود نکاتی که درش شد فوق العاده است یکی هم یک برنامه ای بود که اون اگه مثلا توی کانالشون بازنش بشه به نظر من خیلی خوبه یه نفری که با سود اینترنشنال کار میکرد حقوق خوبی هم میگرفت کارای گرافیکیشون هم فکر میکنم انجام میداد تماس گرفت با برنامهش گفتش یا من تو اون بازی زمانی با اینا کار میکردم و الان احساس میکنم که این حرفی که تو داری میزنی درسته و وظیفه میدونستم بیام اینجا به طور آنلاین به مخاطبان تو این رو بگم خب این خیلی ها یک نفری که آن میدان نشسته است و ما بر این باوریم که داره به وطنش خیانت میکنه این برنامه ها رو دنبال میکرده اثر گرفته این دوتا ویدیو عالیه من پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و در خصوص دیگر چهره ها هم هر کس اسمش بیاد من سعی می‌کنم یه برنامه ازش بگم این هم به عنوان حالا نکته‌ای که شاید مهم باشه و به نوعی فکر میکنم اگر روش تمرکز بکنم یک تبلیغی برای دیگر برنامه ها که توانمند و مؤثر هستن هم میشه من پیام بعدی رو براتون بخونم دوست عزیز نوشتن که تعریف کردن نوشته زنده بود آقای تلیر مثل انشالی مخلصم سلامت باشین دوست دیگری از رفقای مشتی افغانستانی ما رفیق عزیزم عزیز دلم آقای ابو طالب گفته که دوستان اهمیت لایک الان خیلی بیشتر از قبله آقای تحلیلگر روش نمیشه بگی ولی شما خودتون انصافا حداقل کاری که میتونید رو بکنید همین لایک و سابسکرایب دریغش نکنید خیلی ممنونم دمت گرم ان که سلامت بشید و ایشالی که رفاقت بین دو تا کشور روز به روز بیشتر و بیشتر بشه رفیق دیگری نوشتن که سردار ترکمان هستم از افغانستان مقیم فرانسه اصلا هم از شما ناراحت نیستم گفتم که یه از رفقای افغانسه ممکن از دست ما ناراحت شده باشن و خیلی هم دوستت دارم و مردم ایران رو هم دوست دارم مخلصم ایشالله که سرولند باشی ایشالله که دل همیشه شاد باشه ما هم به شما افتخار میکنیم دوستتون داریم و هیچ وقت هیچ وقت قد و قواره و جایگاه افغانستانی ها رو فراموش نمی کنیم افغانستانی ها و افغانستان این چیزی نیست که دارن تلاش میکنن غربی ها رو بکنن اون بچه های با غیرت و با وجودی هستن که پدر داشیار رو در آوردن ساعت ها میتونم بشینم از اونها روایت بکنم برای شما چیزهایی که به چشم دیدم چیزهایی که به چشم دیدم از شهامت شرافت و غیرت این جماعت شکست امیدوارم این روحیه که بر بچه مدافعان حرم داشتن به همه جامعه افغانستان ترویج بشه نمیدونم تزریق بشه چجوری بگم و مطمئنم که چنین جامعه ای با چنین انسانهایی انشاءالله ان آیندهش خیلی روشنه پیام بعدی رو واسه شما میخونم گفته که آها ایشون آقای کیان گفته سلام آقای خسته از درون خود آمریکا برنامه درست کن یا بسافت تو یه از از غربپرستان متوجه زندگی اونجا بشون یه سری محتوا دیدن این شب وقت فوق العاده اصلا اگه فرصت شد چش با شما در میون میذارم چون به نظر خودم جالب بود آقا محسن گفته سلام داداش در مورد اتفاقاتی که برای گوهرش افتاد و دروغایی که افشا شد یه برنامه ساز والا اصلا ابتدای داستانش حالا من برنامه ساختم البته که فکر کنم دیدین برنامه رو ابتدای داستان که اصلا گفتن مورد حمله قرار گرفته که من احساس کردم خیلی چیپه یعنی مثلا من به خودم گفتم یعنی کسی هست اینو نگاه کنه باورش بشه خب معلومه که خودشون زدن این بدیهی تو این کار رو انجام میدی که یعنی اینجوری بهتون بگم اون کسی که میخواد یک اقدامی انجام بده اون اقدام رو انجام میده که ازش یک نتیجه مثبتی به نفع خودش بگیره دیگه پس اگر کسانی به گوهر عشقی حمله کرده بودن به این فکر کردن که اقدامشون به نفع چه کسیه بله دیگه فکر کردن دیگه پس با علم بر این قضیه اقدام کردن اقدام به نفع چه کسی بود در ولی خب بعدش مشخص شد که اصلا اقدامی داستان نبوده به این ماجرا کاملا ساختگی ویدیوشو ساختم احساس میکنم که اون دفعه هم گفتم اگر حتی کسی از اون بدش میاد یه بار بررسی بکنه آقا این چیزها برای منوشون پیام میتونه داشته باشه یا نه بریم بقیهش رو ببینیم این پیام از جمله پیام های اسای آرش که من خیلی دوست دارم نوشته که به نام خدا لایک ها رو شروع میکنم اول آقا دمت خدا خیرتون بده ان که سلامت باشین که برای ما پیام میفرستن یه ویدیو ساختم اگر یادتون در باشه درباره خانواده یکی از شهدای هسته‌ای دانشمندان هسته‌ای این پیام رو آقا احسان برای ما فرستاده حالا اولش یه نکته رو خطاب به بنده گفته من اون نکته رو ازش عبور میکنم بعد یه تحلیلی ارائه داده در خصوص صحبت های همسر شهید اونجا که همسر شهید میگه که اگر من همسرم شهید نمیشد اصلا احساس میکردم به ظلم شده خیلی این حرفا سالیان سال گذشته از اون اتفاق ایشون همسر یک دانشمند یک نخبه و توی اون داستان هایم که داره روایت میکنه عشق دو طرفه هم رو شما قشنگ دارید میبینید ولی میگه که اگر همسرم شهید نمیشد من احساس میکنم بهش شده ایشون یک توضیح آقا احسان در کامنت نوشته که من دوستش این رو بخونم گفته که این تیکه از صحبت ایشون من رو یاد یک سکانس در سریال مختارنامه انداخت اونجا که یکی از سر وهب رو بی شرمانه به سمت مادرش پرتاب کرد و مادر با تکیه بر قدرت ایمان و عشق حسینی و حرکت آن ناجوان مرد رو تکرار کرد یعنی سر فرزندش رو گرفت پرتاب کرد سمت اونها بعد در ادامه گفته که این نوع نگاه رو این خانواده ها این همسران و این مادران شهدا از اون ایمانشون دارن از اون اعتقادشون دارن که باعث شده در همچین جایگاهی باشن بعد در طرف مقابل یه سری آدم دیگر هم زده گفته اینا مثلا کسانی هستن که طرف مقابلن این اعتقاد رو ندارن تبدیل شدن به وطنشون خیانت میکنن من لذت بردم از کلیت این متن واقعا لذت بردم حالا تهش یک واژه‌ای رو برای من حقیق استفاده کرده که اون واژه در قد آوری من نیست به خاطر همین بهش اشاره نمیکنم خیلی ممنونم از پیام هاتون خیلی ممنونم فکر میکنم که اگر ساعت ها بشینم برنامه بسازم در تو پیام های شما یعنی خودم همیشه چی متوقف کنم در روز شما صحبت بکنم واقعا جا داره چون پیام ها ارزشمنده و حتی از صحبت من من میخونم یه سیشون میدونم که واقعا از نکات ما ارزش من تره حالا البته من نکته ارزش من ندارم ولی به ممنونم من از پیام های که ارسال میشه اگر نکته برای من بفرستین وقتتون بخیر